ارجمندان عزیز سلام، آرزو دارم صحت سلامت باشین. ما داود صدیقی هستم و شما برنامه زندگی در امریکا را مشاهده میکنین. در برنامه هفته با یک افغان متشبس آشنا میشیم، یک متشبسی که تانسته با استفاده از استعداد و تجربه خود یک کاروبار متفاوتی را در امریکا ایجاد بکنه. آرزو دارم که این برنامه هم مورد توجه شما قرار بگیره و تا آخر با ما همراه باشین. بله عزیزا، حال داخل فروشگاه ایزی بای میشیم، فروشگاهی که وسایل الکترونیک اینجا به فروش میرسه، به ویژه کامپیوترها، و از سوی یک افغان ما ساخته شده. سلام علیکم. سلام علیکم صدیقی صاحب معزز، بسیار خوش آمدید. آرمجان عزیز سلام، چطور هستم؟ خوب هستم. بخیر، سلامت. شما خوب هستم. تشکر. اول خو تشکر از اینکه فرصت دادین تا بیایم این فروشگاه مقبول شما را ببینیم. و در ضمن از شما معلومات بگیریم و چیزهای تازه را امروز در رابطه با وسایل الکترونیک به ویژه کامپیوترها در امریکا بیاموزیم. بسیار خوشبخت هستم که شما را نزدیک میبینم. سلامت باشین. از شما تشکر که جا آمدین. من انشاءالله در خدمتتان هستم. بسیار خوب. بیاین که کوتاه خود معرفی کنین برای بیننده ما در ابتدای برنامه، بعد از او باز سوال های دیگر آغاز میکنم. نام من هارون قیاسی است. من در ویرجینیا زندگی میکنم. بسیار خوب. هارون جان، خان چه وقت میشه امریکا آمدی؟ ما در سال 2015 آمدیم، تقریبا 9 سال میشه که ما در ویرجینیا زندگی میکنم. میشه که زندگی میکنم. خب قبل از اینکه به جزئیات بریم و پرسان کنم که چگونه آغاز شد و چی کردین، بیاین که کمی دوکان شما رو ببینیم، همین فروشگاه مقبول شما رو ببینیم. چی دارین در اینجا؟ چی چیزا رو به فروش میرسانین؟ ما تقریبا همه چیز دارم، مجموع چیزایی که ما بفروشم برش میتونیم بگیم چیزای تکنولوژی است. معمولا کامپیوتر است، بلوتوت اسپیکر است، انواع مختلف کامپیوتر است. معمولا چیزای الکترونیکی است که به آی تی ارتباط میگیره، به تکنولوژی معلوماتی یا انفورمیشن تکنولوژی. فروشگاه خودت میفهمی چی را به یاد میاره؟ فقط گویا که در جاده نادر پشتون به یک فروشگاه جاده نادر پشتون در سید کمر یا در جای دیگه داخل شده باشه. بله. همونطور است. و اکثر این وسایل استعمال شدگی هم است. بله. مستعمل است. بسیار خوب. ما تا جایی که میبینم کامپیوتر بسیار زیاد دارین. و فکر میکنم که بخش عمده کارتان با کامپیوتر ارتباط میگیره. بله، ما به شکل عمده و پرچون میفروشم. معمولا مردم ها از کشورهای آفریقایی از ما به شکل عمده خریداری میکنن و به کشورها انتقال میتن. و در ضمن چون این کامپیوترهایی را که ما خریداری میکنیم کامپیوترهای بزنس هستن، اگرچه اینا با بزنس هایی که استفاده میکنن برای 2 سال یا 3 سال وارنتی می داشته باشه، ولی قابلیت کاری از این کامپیوترها به 6 سال یا 10 سال جور شده. و دوباره من اینا را چک میکنم، پاک میکنم، مطمئن میشم که جور باشن، خوب باشن، باز دوباره به مردم و کسایی که درس میخوانن در کالج، یونیورسیتی یا جای مختلف کامپیوترها را دوباره به فروش میرسانم. ممکن تصور وجود داشته باشه که در امریکا خو نسبت به اقتصاد مردم هم خوب است و امکانات هم زیاد است و وسایل نو هم به آسانی در دسترس قرار میگیره، آیا مردم از وسایل مستعمل استفاده میکنه؟ بله، ولی مردم زیاد استفاده میکنه و دلیلی که زیاد استفاده میکنه چون کامپیوترها قابلیت استفاده برای مدت زمان طولانی را دارن. به اون خاطر کمپانی هایی که در امریکا هستن اونا معمولا بر 3 سال از طرف کمپانی که کامپیوترها را تولید میکنن بر 3 سال وارنتی میداشته باشن و در اون 3 سال اگر کدام مشکل با کامپیوتر پیش میشه خود کمپانی دوباره رایگان برشان جور میکنن. ولی قابلیت از استفاده از کامپیوترها بر 6 سال تا بر 10 سال بعضی کامپیوترها که 20 سال هم است که هنوز مردم ها پروگرام های سابقه را برش انستال میکنن استفاده میکنن و کارایی داره و در ضمنش مردم هم خریداری میکنن. میتونم برش بگویم که کامپیوترها مطمئن هستن، اگر چی استفاده شدگی هستن ولی باز هم مطمئن هستن. بسیار خوب. بیاین که ببینیم، ما که تا جایی میبینم لپتاپ زیاد دارین. بله. چی نوع لپتاپ ها دارین؟ لپتاپ های خوب و فوق العاده تان کدام است؟ لپتاپ هایی که بیشتر علاقه من داره کدام است؟ ما خود لپتاپ زیاد دارم ولی با متنایی ما میخواییم بگویم وقتی که یک لپتاپ میخرن معمولا از این 3 کمپانی که من میخواییم که مختص 3 کمپانی را برشان ادورتایز بکنم، ولی دید شخصی ما ایست که اگر لپتاپ میخرن باید از کمپانی دل، ایسر یا لنوو را بخرن. این 3 کمپانی تقریبا مساویانه است.
در کارکردشان و در همه چیزایشان به اصطلاح دوامشان. و کمپیوتر که میخرن، در خرید کمپیوتر پروسسرش بسیار مهم است که باید یک پروسسر قوی داشته باشه و رمش. پروسسر و رم که ما براتون نشان میتم پسانتر بسیار مهم است. و اگر کور آی 5 یا کور آی 7 کمپیوترهایی که پروسسرش کور آی 5 باشه یا کور آی 7 باشه، مثل از اینکه آی 5 و جنریشنش اگر بالاتر باشه، 10 باشه، 11 باشه، به مراتب خوبتر است خریداری بکنن. فعلا کدام جنریشن است در بازار؟ فعلا جنریشن 13 را ما دیدیم که در بازار آمده. بسیار خوب. و احتمالا که 14 آمده باشه. درست. و ما انواع مختلف لپتاپ ها دارم و دیگه میتونن که یک نقل وطنی برشونی که میتونن از رنگ تگ کمپیوتر جنریشنش و عمرش مثلا میتونن که بفهمن. مثلا اگر تگش سفید میباشه به این مفهوم که جنریشن دوام است. درست. و به این شکل اگر تگش آبی میباشه یعنی جنریشن 11 و 12 و 13 است. درست. وقتی که شما لپتاپ به این تگ ها میبینین یا به مراتب خوبتر است. درست. اگر تگش مثلا یک لپتاپ قدیمی را که من اینجا پیدا کنم ببینین اگر تگش به این شکل میباشه، اگر چی کور آی 3 است ولی چون تگش سابقه است به این مفهوم که لپتاپ یک ذره سابقه تر است. بله، یعنی تا ای که بفهمیم که کدام نسل از پروسسور داره امی دیزاین یا رنگ تگش شناسایی کنیم با آسانی میفهمیم که بفهمیم هر قدر تگ نوتر اما قدر پروسسر خوبتر و بهتر، پروسسرش خوبتر و به این شکل میتونه پروگرام های نو هم سپورت بکنه، قبول بکنه. بله، یک سوال دیگه که پیش از اینکه بخش های دیگه بریم، مثلا برای هر کسی یک کمپیوتر متفاوتی نیاز است. بله. یک فرد است که فقط اینترنت براوز میکنه و تکست نوشته میکنه. بله. که قدر کار بسیار ثقیل برای کمپیوتر نیست، یک کمپیوتر نسبتا عادی هم میتونه کار بکنه. اما یک کس دیگه ویدیو ادیت میکنه، کارهای گرافیکی میکنه، طرح دیزاین میکنه، مثلا انجینیر هاست که بسیار برنامه قوی و وزین گرافیکی را کار میکنن، شما مشورتون چی است که چی ویژگی هایی را داشته باشه؟ ما سری قصه محترم، اگر چی میتونن لپتاپ های بسیار بیسیک هم استفاده بکنن، ولی ما به این عقیده هستم که اگر یک ذره لپتاپ قوی تر بخرن، لپتاپ کارایی بیشتر داشت، موثریت کاری خودشان بلند میره. درست. اگر اینا با پروسسر کور آی 5، حداقل کور آی 5، یک لپتاپ کور آی 5 جنریشن 8 به بالا باشه خوب است، با کسایی که کالج استودنت یا شاگرد پانتون یا کالج هستن. ولی کسایی که گرافیک کار میکنن اونا و یا ویدیو ادیتینگ میکنن، برای ویدیو ادیتینگ معمولا کمپیوترهای اپل خوب است، آی مک خوب است یا مک پرو بسیار خوب است، کسایی که گرافیک کار میکنن. ولی اگه میخواین کمپیوترهایی که با اپریتینگ سیستم ویندوز باشه، معمولا ما پیشنهاد میکنم کمپیوتر با گرافیک بالا که خود از اونها گرافیک کار میداشته باشه. حتی وقتی که من کمپیوتر رو باز میکنم میبینم که کمپیوترهایی که قوی هستن دو دانه پکه دارن. یکیش به خاطر ازی که خود پروسسر سرد بسازه و دومی که گرافیک کارت سرد بسازه. یعنی گرافیک خودش یک چیز بسیار مهم است با کمپیوترها. و به بسیار سادگی میتونم بگم که کسایی که زیادتر با گرافیک کار میکنن میتونن گیمینگ لپتاپ بخرن، چون گیمینگ لپتاپ ها معمولا گرافیک بالا داره و مقاومتشان هم بالاست و ونتیلیشن یا تهویه درش بسیار به خوبی صورت میگیره. بله، سخت میشه. بسیار خوب، بیاین که کمپیوترهایتون ببینیم. اینجا خود ما انواع و اقسام کمپیوترها رو میبینیم، در پر روی لپتاپ دسکتاپ هم میبینیم، یعنی کمپیوترهای سابقه که اینجا ما استفاده میکردیم. خب از اینا هم مفروشین حال خوب آیست آیست دنیا تغییر کرده. یک وقت کمپیوترها کلان بود، حالا مچم تغییر کرده، حالا لپتاپ و تلفن و مثلا تبلیت و گپا آمده. کمی دیر رو به معلومات بدین بازار چگونه است فعلا؟ خب از این کمپیوترام سیدی قصه محترم من مفروشم معمولا به دکتر آفیس، به دفاتر دکترها، اینشورنس کمپنی ها و همچنان کار دیلرشیپ یا موتر فروشی ها، از اینا هنوز هم خریداری میکنن. ولی کمپیوترهای خردتر دیگه هم ساخته شده که من میتونم برتون نشان بدم. کمپیوترها امروزه خرد شده رئیسن. اینا هم یکی از کمپیوتر دسکتاپ است که بسیار کوچک است، به شکل مینی است و تگش هم برسان نشان بدم که تگ سفید یعنی جنریشن دوام است. این کمپیوترهای دسکتاپ هم در بازار است. از اینکه در بزرگترش هم است، کم بزرگتر که این مایکرو پی سی برش میگن یا پی سی یا پرسنل کمپیوتر خرد، از این هم است.
اگر یک سوال داشته باشم، من میال سه قسم کمپیوتر دسکتاپ اینجا میبینم. این دسکتاپ کلان است که معمول بود تقریبا 10-15-20 سال پیش، ماضی داشتیم استفاده میکردیم. اینا چند تایی که سرسر ماندگیست یا کمک واره خورتر است، بعد از او باز میبینیم این مینی رو میبینیم و یک تایی دیگه شما اینجا بله. حساب کنیم اینا رو میبینیم، آیا در عمل کرد از اینا تفاوت وجود داره از بخاطر از اینکه بزرگتر است یا خورتر است یا نه امی خورتر از کلانتر ها کدام بهتر است؟ ارتباط میگیره که کی استفاده میکنه. مثلا بعضی کسایی که میخوان گرافیک بلند استفاده بکنن چون او کمپیوترهای بزرگ هست، اکسپنشن سلات برش میگن، یک سلات اضافی دارن که میتونن گرافیک کارت ها رو هم بگنجانن، به او خاطر موثریتش بیشتر است و اکثر کمپیوتر فشار میه پکه داره، چندین دانه پکه یا فن میداشته باشه کمپیوتر در قسمت تهویه کمک میکنه. ولی این کمپیوتر هم بسیار خوب کارایی داره، مثلا به کسایی که در دفتر هستن از یا میتونن استفاده بکنن، به خانه میتونن استفاده بکنن. بسیار کمپیوتر هم مثلا از نگاه سرعت قوی هستن بله. ولی از نگاه طرز استفاده که کی استفاده میکنه ارتباط میگیره با اون شخص. بله، یعنی برای کسی که دفتر کار میکنه موصل است یا در خانه باز چیزای خردریزی استفاده میکنن، این مینیو درست کار میته؟ بله بله، بسیار درست کار میته، هیچ کدام مشکل نمی داشته باشه. ولی زن بعضی کسا از اینا خریداری میکنن، بعضی کسا هست که تعداد زیاد فیلم ها رو مثلا در هارد درایو شان دارن، اینو در کامپیوتر در تلویزیون خود نصب میکنن و فیلم ها رو میبینن. بسیار خوب، کامپیوتر چون کوچک از در پشت تلویزیونشان نصبش میکنن. بسیار عالی، بسیار عالی. من میبینم یکان محصولات شرکت اپل هم میبینم و یک وقتی که کامپیوتر ها که کثافت دانی میگفتن در بین مردم مشهور شده در دوام دارین. بله، این هنوز هم امریکایی ها به نام ترش کن استایل میگن. این مک پرو است. این کامپیوتر ها اپل واقعا کامپیوتر های بسیار خوب میسازه، کامپیوتر های با دوام میسازه و هنوز هم از اینا مردم استفاده میکنه، اگرچه هم اپریتینگ سیستمش که است یک ذره کهنه‌تر است، بعضی اپای نو سپورت نمیکنه، ولی هنوز هم مردم امریکا از استفاده میکنه. این یک شکل دیگه کمپیوتر دسکتاپ اپل است، مک پرو. اپل از اینکه هم کوچکتر ساخته، انواع مختلف کمپیوتر است. یک دلیلی که من زیادتر خوش دارم که در این انوایرمنت کمپیوتر، این محیطی که کمپیوترها هست باشم، این که هر روز مرا یک شکل جدیدی از کمپیوتر مرا هیجان زده میسازه یا سرپرایز میسازه. بله، بسیار خوب. بیاین که یک سوال بسیار شاید جالب را برای همگی باشه از شما پرسان کنیم که اپل خوب است یا مایکروسافت؟ به نظر من خب اپل به کسای خوب است که زیاد استفاده نمی کنن، بخاطر که ویروس نمی زنه. اپل کس امریکایی ها برش میگن که لیمیتد است. لیمیتد به این مفهوم که حتی هم کمپنی هایی که ویروس جور میکنن اجازه ندارن در پلتفرم اپل. و مایکروسافت خوبیش ایست که در تمام جایی که شما میرین وظیفه میگیرین در اوجه مایکروسافت هست، یعنی ویندوز هست. کار کردن با ویندوز اگر چی برشان اگر سخت باشه باید بیاموزن، بخاطر که در محیط های کاری اکثرا مایکروسافت استفاده میشه. بله، به نظر من از نگاه کاری و دوام اپل بسیار خوب است و از نگاه کارایی مایکروسافت خوب است. ما که اینجا میبینم تلفن هم دارین، در بخش تلفن هم کار میکنین، چطور است بازار تلفن مستعمل در امریکا؟ در افغانستان خب بسیار کلان است این بازار. صدیقی صاحب، ما تلفن تقریبا یک دو ماه میشه که شروع کردیم و قدر زیاد راستی خدا در موردش نمیفهمم. تلفن های ما معمولا نو خریداری میکنم، ولی تلاش دارم که در مورد تلفن بیشتر یاد بگیرم، چون ما دمی یک دو ماهی که شروع کردیم تلفن هم کسایی که ما ازشان تلفن خریداری کردیم فهمیدیم که سرمایه یک ذره قیمت فروختن، ما جای خوب حال پیدا کردیم. انشالله که تلفن های خوب خریداری میکنم اینجا میارم. قدر زیاد در مورد تلفن فعلا نمیفهمم ولی یاد گرفتم. بسیار خوب. من میبینم که او طرف میز کارتان است و یکان چی میکنین؟ مثلا نمی روند کارتان چگونه است وقتی کمپیوتر میخرین میارین اینجا؟ شما یاد کردین که هم عمده مفروشین، هم پرچون، هم آنلاین، هم در فروشگاهتان. کم اینجا ملبات دین چی میکنین وقتی یک کمپیوتر رو میارین؟ خب ایجم جای کاریم است که ما کمپیوتر رو وقتی که میگیرم، ما طرق گفتم دو نوع کستومر دارم، یک نوع مشتری دارم. مشتری هایی که عمده میخرن معمولا اونا بدون از اینکه ما چک بکنم میخرن، همشه
حتی خودشان هم چک نمیکنن، یک بارگی بر ما پول میتنم و چیزایی که از سر کلش خریداری میکنن و معمولا زیادتر خریداری میکنن، 50 تا 100 تا یا 200 دانه لپتاپ یا دسکتاپ خریداری میکنن یک بارگی. ولی به کسایی که من دانه دانه میفروشم، اونها معمولا من چک میکنم که بیتریشان خوب باشه. برای مثلا ما بسیار مهم است وقتی کامپیوتر خریداری میکنن باید بیتری بسیار خوب داشته باشن، اکسلنت بیتری هلت داشته باشن، میتونن که کلید F2 را فشار بدن در بایوس برن، مخصوصا در کامپیوترهای دل میتونن که صحت بیتری را چک بکنن که بسیار مهم است که یک بیتری بعض اوقات از قیمت یک کامپیوتر که قیمت تر است بیتری جدید و بیتری چنایی که است که دوامدار کار نمیکنن، صحت بیتری بسیار مهم است. در اینجا من صدیقی سه محترم کامپیوترها را چک میکنم همیشه. و یک چیز دیگه که بعضی کامپیوترها به این شکل هارد درایو می داشته باشن، اینا هارد درایو هایی هستن که در بین از اینا میکانیکال درایو است یا یک سی دی است که تو دور میخوره، اینا یک ذره سلوتر است یا آهسته کار میکنن. یک نوع دیگه از هارد درایو به این شکل است که به نام سالید استیت درایو میگن که یک ذره جدیدتر تکنولوژی نوتر است که در این برش امریکایی ها میگن سپید آف لایت، در این یعنی سرعت نوری داره، ای با مراتب بیشتر کار سریعتر کار میکنه. و یک چیزی که ما در این منطقه میکنم این که کامپیوترهایی که هارد درایو میداشته باشن بله. اونا را به SSD تبدیل میکنم. بسیار به این شکل اگر هارد درایو میداشته باشن اونا را ما SSD های نو خریداری میکنم به SSD برشان منظم. و SSD ها منوع مختلف هست، همون سالید استیت درایو که برش میگن بله. به این شکل هست یک که به نام M3 تا میگن و این شکل دیگه ایش هست که به نام M.2 میگن. درست. که کدامش بهتر است؟ M.2 بهتر است به خاطر از اینکه این مستقیم در خود بورد در مادر بورد نصب میشه، ولی اینا که هست توسط یک کیبل به بورد نصب میشه، هر قدر که فاصله هارد درایو از مادر بورد دورتر باشه به اون مراتب سرعت کامپیوتر کاسته میشه. خوب و این خوب است که مستقیم در بورد نصب میشه. بسیار عالی. شما این کامپیوتر رو میگیرین و هارد درایو شو تبدیل میکنین؟ در صورتی که SSD نداشته باشن، ولی اگه SSD داشته باشه چک میکنم و یک بعضی آپشن ها خود کامپیوتر داره به نام دیاگنوستیک تست که دیاگنوستیک تست چکران بکنی بعد نشان میده که کامپیوتر کدام پارتش کلا مشکل داره یا خیر. معمولا برای افغانای ما که من فروشم دیاگنوستیک تست میکنم که اگر چی ما در امریکا 30 روز ریترن پالیسی دارم، وقتی کسی کامپیوتر خریداری میکنه برشان 30 روز وقت میتم که اگه خوشتون نامد یا کامپیوتر کدام مشکل داشت چون کامپیوتر استفاده شده میباشه برشان میگم 30 روز استفاده کنید، اگه خوشتان آمد پس بیان یا پیسی تانو بگیرین یا برتان تبدیلش میکنه ما رقم خواسته باشه. بله. کدام کمپیوتر به مشتریاتون نمفروشین؟ کمپیوتر که راستی خدا خوش خودم نبیان نمفروشم، همین صادقانه ما در این وبسایت ما هم که مردم رفته همین آنستی را که شما چک بکنین یکان 500 بار آنست بر ما ریویو نشته کنن که امانستی خودم من نمفروشم، در اینجا تنام کمپیوتر مفروشم، صداقت خودم نمفروشم، یا کمپیوتر که خودم خوشم نبیه او را نمفروشم. و معمولا کمپیوتر های خوشم نمیه که مثلا بلو اسکرین میته، یک بارم اگه بلو اسکرین بته یک مشکل بته ما او کمپیوتر را نمفروشم. و کمپیوتر که بدریش پور باشه من نمفروشم، بدری خوب نداشته باشه نمفروشم، خلاصه کمپیوتر خوب هم مفروشم. بسیار عالی. ممکن همگی مثل خودت نباشن، یک خریدار کمپیوتر چطور میتونه یک کمپیوتر خوبه دمو چند لحظه که فرصت میداشته باشه امتحان کنه شناسایی کنه؟ امرویت خود کمپیوتر هم بسیار یک وقتی کمپیوتر میبینید که بسیار زیاد استفاده نشده، مثلا رنگ کیبوردش نرفته، اونمون نشان دهنده از است که کمپیوتر در وضعیت خوبتر است. بله. و اگر رنگ کیبوردش مثلا رفته و یا وقتی کمپیوتر روشن میکنین، مثلا این کمپیوتر ما پلان گرفتم که نفروشم بخاطر که اینمی قسمت اسکرینش یک ذره تاریک معلوم میشه به نظر ما. اگر شما میبینین تمام اپدیت ها را گرفته کمپیوتر مکمل از نگاه سافت ویر مشکل نداره، ولی از نگاه اسکرینش یک طوری که شما اینجا میبینین یک نور درست نیست به نظر من. شاید خریداری دیده نتونه، ولی من خودم که میبینم من کمپیوتر رو برشان نمفروشم. و دیگه کمپیوتر همین کمپیوتر که اگر شما از نگاه فیزیکی هم ببینین بسیار رنگ و روخش خراب شده. بله. یعنی به این مفهوم که اگر وضعیت فیزیکی کمپیوتر خوب نبود داخلیش هم خوب نیست. درست. یک طریقه آسانش همین. و دومی که یک ذره تحقیق بکنن در امریکا خال گوگل است، یوتیوب است، میتونه پیش ازی که هر سرمایه گذاری بزرگ را که مثلا بیشتر از $200 می باشه باید هموطنهای ما در موردش تحقیق بکنن، سرمایه گذاری بکنن، ببخشید تحقیق بکنن و پیش از اینکه سرمایه گذاری بکنن خود بفهمانن. به خاطر که در کشورهای خارجی اگر آدم یک چند اشتباه بزرگ مالی بکنه سبب ورشکستگیش میشه. همه درست. بسیار خوب.
در کل اگر این بخش جنبندی کنیم، خودت چی گفتن داری؟ آیا دوستا کمپیوتر نو بخرن یا مستعمل که به مراتب ارزان‌تر هم است در بعضی موارد؟ حالا اگه پیسه داشته باشن خود نوش بخرن خوب تر است، کمپیوتر نو جای خود داره. ولی ما کمپیوتر اگه از دکان ما بخرن، ما اطمینان میتم که مکونه هم که از ما میخرن در وضعیت بسیار خوب باشه، به خاطر که ما تمام چیزایش چک میکنم. و یک چیز دیگه که ما برای خارجی هم میگم که ما خودم مثل یک فیلتر هستم بین شما و بین جایی که ما کمپیوتر رو میخرم. من چیزی که خراب باشه بسیار عمرش مثلا بیشتر از 3 سال 4 سال باشه، من خودم خریداری نمیکنم. یکی خود نگاهی فروشم برام سخت است که یک چیزی کنه رو بفروشم، و دومی که من نمیخوام یک چیزی خراب رو بفروشم. دیگه میتونن سر کامپیوترهای کنام اطمینان کنن، ولی باید تحقیق خود بکنن مطابق ضرورت خود باید کامپیوتر بخرن. همگی ممکن پیش خود آمده نتونه، بینده ما در کشورهای مختلف در جای مختلف در افغانستان بیرون از افغانستان هستن، مشوره عمومی شما بر اونا چی است؟ اگر توانایی خریدن کامپیوتر نو ندارن، آیا خوب است کامپیوتر مستعمل بخرن؟ بله بخرن، و هم در مورد سورس که میخرن باید یک مطالعه بکنن. حالا خود در کشورهای خارجی مسئله ریویو است، ریویو که کسایی که مثلا فروشنده های خوب باشن مردم توسط ستاره ها مو کوالیتی کارشان رو نشان میتن. اگر مثلا ستاره هایشان کمتر از 4 باشه ازشان خریداری نکنن. حالا میخواییم در رابطه به خودت و گذشته خود در افغانستان که این معلومات به دست بیاریم. تشکر از اینکه به این زیبایی آمدین، بسیار زیاد تشکر. اول خب بسیار خوش شدم که خودت از نزدیک دیدم. خودت هم از جمله نخبه های افغانستان هستی، قابل افتخار از بر ما. لطف میکنیم. ما در افغانستان در برنامه USAID کار کردیم و از نگاه تحصیلی بچلر ساینس داشتیم در افغانستان، و ما معمولا در افغانستان به حیث استاد بودیم. مرا اکثر از دوستا به نام استاد هارون میشناسن، چون ما کورس ریاضی درس میدادم. بله امو ریاضی درس میدادن که کامپیوتر لایق هستیم. بله، و بسیار یک بزنس یک چیزی است که در نهاد یک انسان است، یک چیز فطرتی است. در فطرت ما بوده که ما باید در بزنس باشم. حتی ما در وقتی که در ولایت کندز کار میکردم در افغانستان، در موجه با همسنفی فاکولتی خود که ما کندز سوپرمارکت ساختیم، این بزنس یک چیزی بوده که در وجود ما بوده. قبلا ما خدایی علاقمند به بزنس بودیم، و من خاطر اون وقتی که ما به امریکا آمدم، من ماستری خود در بزنس گرفتم. 2 سال حضوری رفتم، درس خواندم. درس خواندن حضوری بسیار خوب است. برای روانای من پیشنهاد میکنم از اینکه آنلاین بخونن، اگر حضوری بتونن حضوری بخونن، بخاطر که در حضوری بسیار چیزا رو یاد فرهنگ یاد میگیرن، اما دبیت یا گپایی که در داخل صرف صورت میگیره و بسیار برای آدم کمک میکنه. و از محیط درسی مروا داشت که ما باید یک بزنس خود بسازم. همکارایی که هم صنفیایی که ما داشتیم، اگر چه سنشان بسیار بلند بود، اونا ما را تشویق کردن که ما باید بزنس خود داشته باشم. و یک چیزی که فطرتاً هم در وجود ما بود، ما تانستم که بزنس خود بسازم در امریکا. چگونه متوجه شدین که باید در این بخش کار کنین؟ ما مثل سایر افغانا در وقتی که در امریکا آمدم، چون محیط نو بود، مشکلات زیاد بود، کارهای مختلف دست زدم. از کارهای شاقه شروع تا انواع کار مختلف هم در امریکا انجام دادیم، بخاطر از اینکه یک رزق حلال به فامیل و خانواده خود پیدا بکنم. ولی دریافتم که تجارت به مراتب خوبتر است. شما در وقتی که تجارت میکنین، در وقت بسیار کم میتونین پول زیاد پیدا بکنین. یعنی آیدتان وابسته به ساعتهای کاریتان نیست. اگر شما میرین ساعتوار کار میکنین، ساعتوار وقتی کس کار بکنه، اگر ساعت $50 هم آید بکنه، به نظر ما قدر پول زیاد نیست نسبت به اینکه شما میتونید اگر بزنس خودتان داشته باشین و سر بزنستان زحمت بکشین. بعض اوقات اتفاق افتیده بر ما که ما آید چند ساله خودتان استیم حتی در یک روز پیدا بکنم، که بیشی شاید بر بعض کسا غیر قابل باور باشه، ولی امکانش هست در بزنس. و شاید که شما تلاش بکنین، زحمت بکشین،
بزنس به مراتب خوبتر است و بزنس فواید خودم داره که از نگاه لحاظ پرداخت تکس مالیه وقتی شما بزنس می داشته باشین خود دولت به شکل غیر مستقیم تشویقتان میکنه که بزنس بسازین کار بکنین هم به خودتان هم به دیگرا زمینی کار مساعد بسازین و از مزایایش هم استفاده بکنین. چقدر مدت میشه مغازه رو ساختین؟ اول خب امی ذهنن باز بگویم که انسانای مثل ما را انترپرنور میگن در امریکا. انترپرنور یا کارآفرینا کسایی است که متفاوت فکر میکنن، انسانای عملگرای با مسئولیت و با دیسیپلین هستند. تو از خود تعریف نمیکنم، ما بسیار خود شروع کردم. خدا روزی که ما بزنس خدا زیبای مراجستر کردم $100 بود که $100 هم از خودم نبود و از کردیت کارتم بود. کردیت کارت یعنی قرضه بود. با او بزنس ما در اپارتمان خود شروع کردم، کامپیوتر بزنس را رجستر کردم، بعد از او خرید فروش. حتی پول نداشتم، یک دانه فروشگاه بزرگ از دیجه معذور میرفتم، عکسایش از وبسایتش میگرفتم، یک مارکت پلیس دیگه لست میکردم و جنس وقتی که مردم خریداری میکرد من میرفتم از او دکان میگرفتم به خانه نفر انتقال میدادم. روزای سخت هم دیدیم ولی دریافتیم که اگه آدم تلاش بکنه و موفقیت میرسه. من از خانه کامپیوتر شروع کردم فروختنش. بعض کاستمرای یا مشتریای ما که از اپارتمان ما کامپیوتر از من خریداری کردن در دکان ما میان از من کامپیوتر میخرن. و دومی که صداقت بسیار مهمه، صداقت و پشتکار. خود هر نوع بزنس را که شما جور میکنین خود بزنس شما را موفق نمیسازه، دوام بزنس شما را موفق میسازه. اگه شما در یک بزنس متداوم تایم تان انوست میکنین، زحمت میکشین، شما میتونین به مراتب موفق باشین. من در سال 2018 ایزیبای جور کردم، از خانه شروع کردم و در خانه جای نبود، مجبور شدم یک استوریج یونیت کرا گرفتم. و وقتی که کووید آمد من نتونستم، چون مردم میام در خانه ما کامپیوترها را میگرفت، به خاطر از اینکه از لحاظ صحی بر اطفال ما خوب نبود، اگرچه خانمم بسیار ما را حمایت میکرد، ما استوریج یونیت کرا گرفتم. از اونجا باز یک جای در داخل یک فروشگاه کهنه فروشی که به نام ترفت استور میگن اینجا، در داخل از اون یک جای کرا کردم، در اونجا کار کردم تا که از اونجا تانستم اما قرض که ما به خاطر ماستری خود گرفته بودم از دولت هم از اون را پرداخت کنم، مکمل دیگه قرضدار نباشم. از اونجا تانستم که از لحاظ مالی به خود خانه بخرم. یعنی اگر شما پشتکار داشته باشین در امریکا صاحب هر چیز میشین. مشوره خودت به عنوان یک متشبث و کارآفرین موفق برای کسای دیگه که میخواین کاروبار تازه را آغاز کنن چی است؟ به نظر من باید مطالعه بکنن. من در امریکا بسیار زیاد مطالعه کردم، کتابای زیاد خواندم. کتابا در امریکا برشان یک ایدیای کلی برشان میته، یک جنرال ایدیا میته، تشویقشان میکنه، موتیویتشان میکنه، ولی یک رودمپ، یک مسیر درست وجود نداره که آدم بتونه از طریق از او خود با وقت کم مثلا به موفقیت برسانه. ما همی کارهایی را کردیم، همی مسیر را که طی کردیم، اینا را به شکل یک کتاب انشالله نوشته کردیم و هنوز هم بالایش کار کرده ایستم. اینا را به شکل یک کتاب در میارم که کتاب عملا ناتم جایی که مثلا ما کمپیوتر خریداری میکنم، جایی که الکترونیک میخرم، در جایی که به فروش میرسانم، چه رقم به فروش میرسانم، توسط کدام چیزا ما ایره پاک میکنم، چک میکنم، تمام اینمی کارکردهایی که ما دارم به شکل آنلاین و آفلاین که میفروشم، هم از اینا رو در قالب یک کتاب ما گنجانیدیم که انشالله به زودترین فرصت در اختیار هموطنان ما قرار خواهد گرفت و هموطنان ما میتونن از او استفاده بکنن که به شکل یک رود مپ یا یک نقشه راهنما میتونن یک چیز عملی را که عملا که ما خودم از او کار گرفتیم و فواید را که ما گرفتیم یا چیزایی را که مثلا اشتباهاتی که ما کردیم همش در داخل از کتاب گنجانیده شده که برشان کمک میکنه. به کدام زبان میباشه کتاب؟ کتاب به زبان انگلیسی است و انشالله میشه که ما به زبان فارسی هم نشتش کنم یا ترجمهش کنم. به شما موفقیت مزید میخواهیم در کارتان. بسیار زیاد تشکر صدیقی صاحب معزز است. تشکر از اینکه در ایزیبای تشریف آوردین. بازم میگم دیدن شما از نزدیک بر من قابل افتخار است. شما افتخار هستین، کار شما قابل افتخار است و دیدن شما هم به من جای افتخار است. دیندای عزیز، این بود برنامه ای هفته زندگی در امریکا. آرزو دارم موضوع برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه. تا اینکه بازم هفته آینده با یک موضوع تازه در خدمت قرار میگیرم، همگی شما را به خداوند یکتا می‌سپارم.